سلام به بینندگان عزیز، من سالمه باغبانی هستم، وکیل رسمی دادگستری کانادا. با سلام، من ساهر باغبانی هستم، licensed paralegal with the Law Society of Upper Canada. امروز برگشتیم به برنامه دانشکده که یه سری از سوالای زیادی که از ما پرسیده میشه رو برای شما جواب بدیم. تاپیک امروز درباره خرید و فروش املاک شما هست. بله سالی جون، برای خرید و فروش املاک چه مراحلی رو من باید طی بکنم؟ اول از همه که با مشاور املاک خودتون خونه مورد علاقتون رو انتخاب میکنین و بعد از این یه قراردادی به اسم Agreement of Purchase and Sale بین خریدار و فروشنده امضا میشه و این پروسه شروع میشه. بله مرسی. آیا باید قبل از اینکه قرارداد رو امضا کنم با وکیل خودم تماس بگیرم یا بعدش؟ خیلی سوال عالی بود. کوتاه نه، ولی شما میتونین با وکیلتون قبل از خرید خانه مشاوره بکنین. اگه وقتش رو نداشتین، مثلا تو مارکت که هاته، بعضی موقع سریع باید اگریمنت رو بدی و ساین کنین. این اوکی هست. شما میتونین، یکی از شرایطی که میذارین تو اون قرارداد این باشه که وکیل شما این قرارداد رو مرور کنه و یا اپروف کنه یا اینکه بتونه شرایط دیگه اضافه به این قرارداد بکنه. مرسی. آیا یه وکیل میتونه هم برای فروشنده اکت بکنه و هم برای خریدار؟ نه متاسفانه، Law Society of Upper Canada این اجازه رو نمیده به ما، به خاطر اینکه منافع فروشنده با منافع خریدار فرق میکنه. برای همین وکیل فروشنده و وکیل خریدار باید متفاوت باشه. حالا یه نکته جالب این هست که در کانادا تنها قسمت قانونی که باید وکیل داشته باشین برای خرید و فروش املاک، یعنی بقیه اریا حالا توصیه نمی کنیم وکیل بایدی نیست، ولی برای خرید و فروش باید داشته باشین. مرسی. آیا همسر من برای فروش خونه باید به من اجازه بده؟ بله 100%. اگه ایشون حتی رو سند هم نباشن ولی قانونی شما ازدواج کرده باشین، باید ایشون ترانسفر رو که میشه سند رو امضا کنه و اعلام کنه که میدونه خونه خانوادگی matrimonial home به فروش داره میره و ایشون دارن کانسنت میدن. البته این قانون برای کسایی که common law هستن، یعنی کسایی که مثل زن و شوهر با هم زندگی میکنن، قانون استفاده نمیشه. شما فقط کسی که روی سند خونه هستش باید امضا کنه و اجازه فروش اون خونه رو بده. مرسی. من وقتی میخوام خونم رو بفروشم چه مسئولیت هایی دارم؟ مسئولیت فروشنده اینه که شما قرارداد رو امضا کردین، بگیم شرایطتون رو گذروندین و این فرم شده این قرارداد. اولین کاری که میکنین به وکیلتون زنگ میزنین، میفرستین به دفتر وکیل، ما براتون توضیحاتی میدیم و استپا رو براتون توضیح میدیم. ولی یکی کاری که شما باید بکنین به آب، برق، گاز زنگ بزنین و بهشون بگین که شما در این خونه رو انتقال میکنین به خریدارتون و روز کلوزینگ رو بهشون بگین. به این مهمه به خاطر اینکه تا روز کلوزینگ، تا روز فروش خونه شما، فروشنده باید این قبضه رو پرداخت کنه و بعد از فروش این خونه میشه مال خریدار. روز بعد از فروش خونه میشه مال خریدار. مرسی از پاسختون. برای خریدار چجور مسئولیت هایی وجود داره؟ همون مسئولیت هست برای خریدار. خریدارم باید زنگ بزنه به آب، برق، گاز و بگه که مالک جدید این خانه هستش و یه سری پرسونال انفورمیشن، سوالات شخصی میکنن، حسابتون از کجا بردارن، پیمنت ها رو، یعنی قبض، پول قبض رو. ولی یه چیزی که خیلی مهمتر از این هستش که خریدار این قراردادنامه رو سریع به دست وکیلتون برسونین، به خاطر اینکه مسئولیت وکیل خریدار زیاد هست و یه چیزی به نام تایتل سرچ دیت هست، یعنی این روزیه که سند رو باید وکیل خریدار مرور کنه و اگه مشکلی هست مثلا وامایی که روی سند هست یا ریستریکشن های ایزمنت میگیم، چیزایی که کلاود آن تایتل میکنه، یعنی سند رو یا مشکل ساز میکنه یا روی سند هست، یعنی کار وکیل خریدار هست که به وکیل فروشنده اینو نامه بده و بگه باید این وام پرداخت بشه، پولی که ما به شما میدیم، اگه یه چیزی اکسپایرد شده باشه یا سیدی لیمیتیشن باشه اینا رو باید بردارین. اپلیکیشن یعنی بک اند فورث هستش و این توی قرارداد اصلی یه روز مشخصی داره
معمولا یه حدود 2 هفته قبل از کلوزینگ میذارم، ولی خب بعضی موقع یه موقع روزا نزدیکتره و این روزا نمیخوایم میس کنین چون که این مشکل ساز میشه. سو این مهمه. حالا همینجا هم توضیح بدم که این پارسل سند خونه چی هست. ما اولین کاری که وکیل خریدار میکنه بعد از اینکه شما ایدیاتون رو بفرستین دفتر ما و قرارداد رو بفرستین دفتر ما، ما پارسل یعنی سند زمین و قسط نامه زمین شما رو از سیتی اوردر میدیم و میخونیم که چی شده. به نشون میده که خریدار که چه سالی خرید و فروش شده، به کی دستایی که چرخیده و وام ها و چیزهای دیگه ای که روی سند هستش. بعد از اون ما رکوزیشن رو میفرستیم به دفتر وکیل فروشنده و پروسس قانونیش از اونجا شروع و ادامه دار میشه. بیشتر کارهای خرید و فروش این خوبی هستش که روی دوتا وکیلا هستش مسئولیت ها و زیاد کار نیست که خود خریدار و فروشنده انجام بدن. اگه فروشنده هستی باید برای وکیلتون قبض تکستون رو بفرستین، یه دونه مورگیج استیتمنتتون رو آماده داشته باشین برای وکیلتون بفرستین که ما بتونیم دیسچارج وامتون رو ریکوست بکنیم. از طرف خریدار شما ریسپانسیبل این که با مورگیج بروکر خودتون یا بانکر خودتون فقط وامتون رو صدا بکنیم. بقیه داکیومنت ها رو ما براتون آماده میکنیم و روزی که به دفتر میایین براتون توضیحات کامل و دقیق میدیم که شما بدونین که پروسس چی بوده، چی امضا میکنین و مراحل قانونیش چی هست. ولی از اینی که بترسین که یه چیزی رو جا بندازین، از لانگ از که وکیل خوب بگیرین همه چی اوکی هست و به عقده شما زیاد چیزی نیست. مرسی. بارها شده با دفترمون تماس میگیرن و از ما سوال میکنن که چرا ما باید بیمه سند بگیریم. بیمه سند چیه؟ بله، بیمه سند این سند رو بیمه میکنه، متفاوته با بیمه خونه. بیمه خونه هم شما باید بگیرید. همه بانک ها وقتی وام میدن هم شما باید بیمه خونه بگیرید، بهش میگن fully insured، هم بیمه سند باید خریداری بشه. بیمه خونه خب خود بیلدینگ و خود دیوارها و وسایل توی خونه رو شما اینشور میکنین و زمین رو. بیمه سند سند رو یعنی چی میشه؟ یکی از چیزایی که کاورج داره این هستش که اگه که وام جلی بذارن روی سند خونه که شما این وامو نخواسته باشین و نشوندنده بشه که شما تقصیری نداشتین، اون بیمه میاد این پول وامو میده و خب حالا دنبال کارهای دادگاهیش و اینا رو میره جلو و شما هیچ تأثیری روی شما نداره. یه چیز کوچیکتر این هستش که بعضی موقع پیش میاد، حالا چه عقص یا نه، یه موقع خریدار فروشنده ببخشید میگه که پراپرتی تکس رو یه مقداری داده بعد نداره، نشوندنده میشه که there's قبض پراپرتی تکس یعنی تکس زمین مونده. اینم دوباره به جای که دولت بیاد روی سند شما دست بذاره، دوباره این بیمه بهشون پولشون رو میدن یا فروشنده رو سو میکنن یا اینکه خب به قول معروف راید آف میکنن برای خودشون. سو یه چیزای بزرگی هست که کاور میکنه، یه چیزای کوچیکی هست. هر چیزی که ارزش سند شما رو بخواد بیاره پایین که ربطی به بالا رفتن پایین اومدن مارکت نیست، یعنی خرید و فروش فعلی، یا اینکه تقصیر خودتون نیست، یعنی شما خودتون چیزی رو جعل نکردین، کلاهبرداری نکردین جسارتا، این برمیگردونه به این. یه چیز دیگه هم هست میگن باوندری، یعنی قسمت زمینی، اگه مشکل یه موقعی نیومده باشه، مشکل روی سند و زمین باشه، اونا هم کاورج هست. ولی خب خیلی اریای بزرگی هست، فکر کنم یه 2 جلسه رو خودش باشه، ولی خلاصه این هست و باید هست. اگه که خونه رو کش بخرین ما توصیه نمی کنیم، ولی شما میتونین این وقت اینشورنس رو نخواهید بخرین برای خودتون، ولی تا وقتی که وام هست روی خونه باید خرید. ولی توصیه شما اینه که حتی اگه کش هم میخرین بیمه سند ملک رو داشته باشین 100%. به خاطر اینکه این بیمه رو فقط یک دور میدین، موقع خرید خونه میدین. بعد این مثل بیمه خونه یا بیمه ماشین نیستش که هم ماهیانه سالیانه میدین. تا وقتی که سند به اسم شما باشه و وام به اسم اون بانک باشه، شما چه 1 سال باشه چه 5 سال باشه، این کاورج رو دارین و ارزش اون حالا 400 دلار تا 1000 خورده بستگی به قیمت خونه و وام داره که چقدر باشه، ولی خب ارزش نداره که ریسک پذیر باشیم برای اون ما. مرسی سالومه جان از توضیحاتی که دادین. خیلی ممنون از بینندگان عزیز، امیدوارم که اطلاعاتی که امروز گرفتین براتون مفید بوده باشه. اگه سوال دیگه ای داشتین لطفاً با دفتر ما تماس بگیرین تا در خدمت شما باشیم. روز خوش.